مرقس فصل 15. همین که صبح شد، سران کاهنان به همراهی کلانها و ملایان یهود و تمام اعضای شورا با عجله جلسه تشکیل دادند. آنها عیسی را با زنجیر بسته و به پیلاتوس تحویل دادند. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: همان است که میگویی. سران کاهنان تهمت‌های زیادی به او نسبت دادند. پیلاتوس باز از او پرسید: جواب نداری؟ ببین چه تهمت‌های زیادی به تو نسبت میده. اما عیسی جواب نداد، به طوری که باعث تعجب پیلاتوس شد. در هر عید فصح، پیلاتوس بنا به خواهش مردم یک زندانی را آزاد میکرد. در آن زمان مرد معروف به برابا همراه با یاغیانی که در یک آشوب مرتکب قتل شده بودند در زندان بود. مردم پیش پیلاتوس رفتند و از او خواهش کردند که مثل همیشه این کار را برایشان انجام دهد. پیلاتوس از ایشان پرسید: آیا می خواهید پادشاه یهود را برای شما آزاد کنم؟ چون او می دانست که سران کاهنان از روی حسد عیسی را تسلیم کردند. اما سران کاهنان مردم را تحریک کردند که از پیلاتوس بخواهند برابا را برایشان آزاد کند. پیلاتوس بار دیگر به ایشان گفت: پس با مردی که او را پادشاه یهودیان می نامید چی کنند؟ آنها در جواب با فریاد گفتند: مصلوبش کن! پیلاتوس پرسید: چرا؟ مرتکب چی جنایتی شده است؟ اما آنان شدیدتر فریاد می کردند: مصلوبش کن! پس پیلاتوس که می خواست مردم را راضی نگه دارد، برابا را برایشان آزاد کرد و امر کرد عیسی را تازیانه زده بسپارند تا مصلوب شود. عساکر عیسی را به داخل اولی قصر والی بردند و تمام قشله را جمع کردند. آنها لباس ارغوانی به او پوشانیدند و تاجی از خار بافته بر سرش گذاشتند و به او ادای احترام کرده می گفتند: سلام بای پادشاه یهود! و با چوب بر سرش می زدند و بر رویش آب دهان می انداختند. بعد پیش او زانو زده و تعظیم می کردند. وقت استهزاها تمام شد، آنها لباس ارغوانی را از تنش در آورده و لباسهای خودش را به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب کنند. آنان شخصی را به نام شمعون ال-قیروان، پدر اسکندر روفوس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را ببرد. آنها عیسی را به محل به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شراب دادند که آمیخته با داروی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین حصه هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلام تمام شد که می گوید: از خطاکاران معصوب شد. کسانی که از آنجا می گذشتند سرهایشان را تکان می دادند و با ریشخند به عیسی می گفتند: ای کسی که می خواستی خانه خدا را خراب کنی و در 3 روز بسازی، حالا صلیب با این بیا و خودت را نجات بده. همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می کردند و به یکدیگر می گفتند: دیگران را نجات میداد اما نمیتواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح و پادشاه اسرائیل از صلیب پایان بیاید تا ما ببینیم و با او ایمان بیاوریم. کسانی هم که با او مصلوب شده بودند او را تحقیر میکردند. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت.
در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت: ایلی، ایلی، لما سبق تنی، یعنی خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران وقت این را شنیدند گفتند: ببینید، او الیاس را صدا می کند. یکی از آنها دوید و اسفنج را از سرکه پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت: بگذارید ببینیم آیا الیاس می آید او را پایین بیاورد؟ عیسی فریاد بلند کشید و جان داد. پرده اندرون مقدس خانه خدا از بالا تا پایین دو تکه شد. صاحب منصبی که در مقابل او ایستاده بود وقت چگونگی مرگ او را دید گفت: حقیقتا این مرد پسر خدا بود. در آنجا عده زن هم بودند که از دور نگاه می کردند و در بین آنها مریم مجدلیا و مریم مادر یعقوب کوچک و یوشا و سالومه دیده می شدند. این زنان وقت عیسی در جلیل بود به او گرویدند و او را کمک می کردند. بسیاری از زنان دیگر نیز همراه او به اورشلیم آمده بودند. غروب همان روز که روز تدارک یعنی پیش از روز سبت بود، یوسف از اهل رامه که یکی از اعضای محترم شورای یهود و در انتظار ظهور پادشاهی خدا بود، با کمال شهامت پیش پیلاطس رفت و جسد عیسی را از او خواست. پیلاطس باور نمی کرد که عیسی به این زودی مرده باشد، پس به دنبال صاحب منصبی که مامور مصلوب کردن عیسی بود فرستاد و از او پرسید: آیا او به این زودی مرد؟ وقت پیلاطس از جانب صاحب منصب اطمینان یافت، به یوسف اجازه داد که جنازه را ببرد. یوسف کتان لطیف خرید و جنازه عیسی را پایین آورد و در آن پیچید و در مقبره که از سنگ تراشیده شده بود قرار داد و سنگ در دهانه دروازه آن غلطانید. مریم مجدلیا و مریم مادر یوشا دیدند که عیسی کجا گذاشت.